کوها دوخته ام، دیدگان خود را که اعانت من می آید از آنجا، یاری از سوی اوست خداوند امین، او که هست خالق آسمان و زمین. نگذار از خدا که بلغزد پایم، او هرگز نخواهد حمایت کندم، آسیب نرسانم شب از من، تو حفاظت میکنم خدا جان مرا، او نگاه میدارد مرا از بدی ها. به کوها دوخته ام دیدگان خود را که اعانت من می آید از آنجا، یاری از سوی اوست خداوند امین، او که هست خالق آسمان و زمین. نگذار از خدا که بلغزد پایم، او هرگز نخواهد حمایت کندم، آسیب نرسانم در شب از من، تو حفاظت میکنم خدا جان مرا، او نگاه میدارد مرا از بدی ها. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس میباشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می‌دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید.
ای شبان نیکو بیا، ما گوسفندان مرتع تو، ما را ببر نزد چشمه ها، ما را تو شبانی بنما، ما را ببر نزد چشمه ها، ما را تو شبانی بنما. گوسفند گمراهی من بودم، در بیابان سرگردان بودم، آنگه صدایت بشنیدم، به سویت شتابان دویدم، آنگه صدایت بشنیدم، به سویت شتابان دویدم. زین پس در حضور تو شادم، از هیچ چیز و هیچ کس نترسم، چون تو عیسی شبان منی، مرا از خطر میرهانی، چون تو عیسی شبان منی، مرا از خطر میرهانی. آه ای شبان نیکو بیا، ما گوسفندان مرتع تو، ما را ببر از چشمه ها، ما را تو شبانی بنما، ما را ببر از چشمه ها، ما را تو شبانی بنما. کلام خدا در مقابل نگرانی های ما. دوستان، آیا کاملاً ایمان دارید که خداوند شما را بدون هیچ قید و شرطی دوست داره؟ آیا ایمان دارید که خداوند بسیار مشتاق تا با شما دوست بوده و رابطه شخصی و صمیمی داشته باشه؟ آیا باور دارید که خداوند آنقدر شما را دوست داره که حتی فرزند خود خوانده، به خانواده الهی خود پذیرفته و محبت می نماید؟ برای شروع این رابطه قشنگ و آرامش بخش پدر و فرزندی با خداوند، می توانید روح او را به قلبتان دعوت کنید. اگر مایل به شروع این رابطه بیمانند پدر و فرزندی با خداوند هستید، باید اول شرط خداوند را که موجب بخشیدن گناهان ما در گذشته و آینده می گردد بپذیرید. بله دوستان، رابطه شکسته من و شما با خداوند از بدی و بیوفایی او نبوده و نیست. اشتباهات، قصورات و گناهان ما موجب جدائی و ایجاد فاصله بین ما و خداوند گردیده. اما خداوند از روی محبت و حکمت الهیش برای برطرف کردن این جدائی راه چاره‌ای مهیا فرمود. خداوند یگان پسرش عیسی مسیح را چون هدیه‌ای بی نظیر به این جهان فرستاد. ما با دریافت این هدیه خداوند و قبول این حقیقت که گناهکار می باشیم و حال آماده ایم عیسی مسیح را به عنوان منجی و نجات دهنده خود بپذیریم، با خداوند تجدید رابطه برقرار می کنیم. خدا را شکر به خاطر این لطف و محبت بیمانندش برای ما. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا برای شروع یک رابطه جاویدان پدر و فرزندی با خداوند، در فروتنی کامل به او چنین بگوییم: خداوندا، من به تو ایمان دارم. من اعتراف می کنم که گناهکارم و با تمام سعی و تلاش انسانیم و انجام مراسم مذهبی نتوانستم کاملا بیگناه زندگی کنم.
در این لحظه من هدیه عزیز تو را که فدا شدن پسرت عیسی مسیح برای گناهان من بوده را نیاز داشته و میپذیرم. من ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان من قربانی شد. او تاوان گناهان مرا کاملا یک بار برای همیشه پرداخت و پس از 3 روز از مردگان قیام فرمود و اکنون در کنار تو برای ما شفاعت می کند. خداوندا از تو می خواهم به قلب من وارد شوی و کنترل زندگی مرا در دست‌های پرقدرت خودت بگیری. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. عزیزان، با خوش آمد به شما برای دریافت این نجات ابدی و به عضویت در آمدن خانواده خداوند. حال ببینیم قولهای خداوند برای ما چیست و چگونه وی ما را در مصاف با نگرانی‌های زندگی همانند پدری دلسوز و مهربان کمک و راهنمایی می‌فرماید. در کلام خدا در عبرانیان فصل 4:3 می‌خوانیم: فقط ما که به خدا ایمان داریم می توانیم به آرامش خدا دسترسی پیدا کنیم. او فرموده است: در خشم و غضب خود قسم خورده ام آنانی که به من ایمان نیاورند هرگز روی آرامش را نخواهند دید. آمین. پس ملاحظه می فرمایید که در این آیه خداوند آرامش خود را برای ایمانداران به خود ضمانت می کنه. عزیزان، در ادامه گفتگوی خود در مورد چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن بعد از ایمان آوردن به مسیح و عضو خانواده خداوند شدن، آیات دیگر از کلام خداوند را با هم مطالعه می کنیم. امیدوارم که مطالعه این آیات بتونن راهنما و آرامش بخش شما عزیزان باشند. در کلام خدا در کلسیان فصل 3:14-15 می‌خوانیم که مهمتر از همه بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است. بگذارید آرامشی که مسیح عطا می کند همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همه ما باید مانند اعضای یک بدن در هماهنگی و صفا زندگی کنیم. در ضمن همیشه شکرگزار باشید. آمین. دوستان، در ادامه قولهای خداوند برای نجات ما ایمانداران به عیسی مسیح از نگرانی‌های این دنیا، آیاتی را از انجیل متی فصل 6:25-34 مطالعه می‌کنیم. عیسی مسیح برای آرامش ما می‌فرماید: نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک غصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند و نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ چرا برای لباس و پوشاک قصه می خورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید. آنها برای لباس قصه نمی خورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید.
پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین می روند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر می کنند و سخن می گویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا می داند شما به چه نیاز دارید. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز می باشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز به آن بیفزایید. آمین. بله دوستان، من برای صرفه‌جویی در وقت از تکرار همه آیات خودداری می کنم، ولی بجاست که این آیات را با تأمل و دقت بیشتری مطالعه کنیم. امیدوارم که شنیدن این قسمت از کلام خدا تونسته باشه تا حدی از قصه ها، ترس ها و نگرانی های شما کاسته باشه. در آیه 26 خواندیم که کلام فرمود: آیا شما برای خدا بیشتر از پرندگان ارزش ندارید؟ در آیه 27 نیز خواندیم: آیا قصه خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ دوستان، خداوند این را از من و شما سوال می کنه تا به خودمون بیاییم. جواب شما به این سوال خداوند چیست؟ در آیه 32 خواندیم که پدر آسمانی شما کاملا می داند شما به چه نیاز دارید. دوست من، آیا این آیه هم به شما در کمبودها و مشکلات روزمره آرامش و اطمینان می بخشد؟ پس قصه فردا را نخورید، چون مشکلات هر روز برای همان روز کافی است. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا با هم قسمت دیگری از کلام خداوند را مطالعه کنیم. در فیلیپیان فصل 4 و آیه 4 می‌خوانیم: در خداوند دائما شاد باشید، و باز هم می‌گویم شاد باشید. آمین. پس دوستان، خداوند می‌خواد که ما چگونه زندگی کنیم؟ شاد. البته این شادی با شادی که هرزگی به دنبال داره فرق می‌کنه، چون خداوند کاملا پاک، قدوس و مبرا از هر گناهی می باشه، ما نیز به عنوان ایمانداران به او و همینطور فرزندان خانواده الهی او وظیفه داریم که پاک زندگی کنیم. دوستان، شادی که خداوند ما را به اون دعوت می فرماید یک شادی کاملا پاک درونی و مقدسیه که فقط خود او آن را بر دلهای ما حاکم می سازه. حتی اگر ما در روزهای سخت و مشکلاتی دشوار گرفتار شویم، باز این شادی در ما باقی خواهد ماند، چون شادی خداوند درون ما با فشار مشکلات این زندگی از بین نخواهد رفت. در آیه 5 در فصل 4 فیلیپیان می‌خوانیم که در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه حال دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی برمیگردد. کلام ادامه می‌دهد: برای هیچ چیز غصه نخورید. در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید، و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر کنید. اگر چنین کنید، از آرامش خداوند بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست.
این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین. در همان قسمت از کتاب فیلیپیان فصل 4 در آیه 8 پولس رسول ادامه میده: در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم، فکرتان را بر روی هرچه راست و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. آمین. خدا را شکر. عزیزان، حتما به یاد دارید که در جواب این سوال که نگرانی چگونه و از چه راهی به وجود ما راه پیدا می کنه، گفتیم که از راه فکر ما. خداوند در این آیه ها به زیبایی و صراحت راه درمان را بیان فرموده. برای جلوگیری از نفوذ افکار منفی، خطرناک و مسموم کننده، کلام خداوند می‌فرماید که فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. دوستان، خداوند می‌فرماید در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که به عوض بیاد آوردن خاطرات تلخ و بد از انسانها و کلنجار رفتن با آنها در ذهنمان، میتونید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. دوستان، من اطمینان دارم اگر از صمیم قلب تصمیم بگیریم که امر خداوند را اطاعت کرده و مطابق کلام او زندگی کنیم، با کمک روح القدس او می توانیم افکارمان را عوض کرده و از رنج، غصه و آشفتگی های درونیمان رها بشویم. دوست عزیز من، از شما دعوت می کنم تا با هم به حضور خداوند برویم و آرامش الهی را که وعده داده است دریافت کنیم. از شما دعوت می کنم تا با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، من با سپاس و شکرگزاری به حضور تو آمده ام. پدر جان، از تو تقاضا می کنم که از آرامش و شادی که در کلامت وعده داده ای به ما ارزانی دار. پدر، ما را با روح پاک خودت بشوی و آرامش ببخش. ما محتاج تو هستیم. کمکمان کن تا قلبی پاک و روحی شاد داشته باشیم. کمکمان کن تا غم و قصه چیزهای گذشته و بی ارزش زندگی را از خود دور کنیم. پدر عزیز، کمکمان کن تا بتوانیم افکارمان را آنگونه که رضایت تو در آن است هدایت کنیم. کمکمان کن تا دیگران را آنگونه که تو دستور داده ای دوست داشته و محبت کنیم. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آوریم خداوند. آمین. عزیزان، آرامش عیسی مسیح با شما باشد. محبت خدا در صلیب عیسی
شنوندگان عزیز به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. چنانچه مطالعه این هفته ما در کلام خدا قلب شما را لمس نموده و مایلی تا با خداوند آشتی نموده، عیسی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته، از آمرزش گناهان خود اطمینان یافته و حیات ابدی و آرامش الهی او را دریافت نمایید، از شما دعوت می کنم تا با هم از خداوند بزرگ این را بطلبیم. با هم دعا کنیم. خدای مهربان، قادر مطلق، تو را شکر می کنیم که ما را در محبت خود آفریده و همواره دوست می داری. خداوندا، از تو سپاسگزاریم که عیسی مسیح را برای نجات من به این جهان فرستادی. خداوند، من ایمان می آورم که مسیح تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. خداوند، من به فیض و بخشش تو نیازمندم. گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. پدر آسمانی، کنترل زندگی مرا تو خود با دست‌های پرقدرتت در اختیار بگیر و از آن برای جلال نام خودت و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. خداوندا، من این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم و با ایمان به حقیقت کلامت نجات و آرامش الهیت را دریافت می کنم. آمین. شنوندگان گرامی، ضمن تبریک به شما که به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده و نجات، آمرزش و آرامش الهی او را دریافت نموده اید، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا مایلی تا در مورد شخصیت عیسی مسیح و این زندگی جدید مسیحی با خداوند اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفاً با من تماس بگیرید تا در فراغ خاطر و فرصت کافی با هم صحبت کنیم. خوشحال میشم تا سوالات و پیشنهادات محترم شما را بشنوم. عزیزان، با سپاس از خداوند که این فرصت را در شناخت از خود و کلامش به ما داد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد.